سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور متورین؟ امروز داشتم همینجوری توی یوتیوب میچرخیدم که یهو کانال یوتیوب رضا پیش رو اومد بالا و یه آهنگی هم بود که من تا حالا اسمشم نشنیده بودم. خیلی واقعا عجیبه، خدا نزدیک شد. من اینو نشنیدم و میخوام ببینم که چیه، چجوریه. یه ریاکشن روش بریم. نمیدونم، شایدم شنیده باشم، به اسمش دقت نکرده باشم، ولی تا جایی که من یادم میاد دیدمش ها، میدونم دیدمش ولی نشنیدمش، یعنی چیزی ازش یادم نمیاد. حالا اگر شنیده بودمش که میشه بازگوش، اگر نشنیده بودم که میشه ریاکشن، ولی واقعا یادم نمیاد که شنیده باشم. حالا میریم تو دلش ببینیم که شنیدیم یا نه. اگه تا الان لایک نکردی لایک کن، کامنت، سابسکرایب یاد نره، میریم که حمایت بکنید و توی یوتیوب خود رضا پیشرو هم گوش میدیم این آهنگو، ببینیم که کی به کیه. وقتی خدا نزدیک شد، رضا پیشرو، 1 2 3. این آهنگ تقدیم به همه کسایی که درد دارن، تقدیم به همه کسایی که تنهان. جالبه که 3 روز پیشم توی یوتیوب آپلودش کرده، کانال خود رضا پیشروه. نمیدونم 3 روز پیش، عجیبه. نمیدونم واسه کیه این آهنگ. بذار ببینم توی دیسکریپشنش نوشته یا نه. ننوشته. بریم بشنویم. تقدیم به کسایی که تو اوج بدبختی و سختی ایمانشون از یادشون نمیره. میمان قدیم دارن. خدا نزدیک تر شد وقتی من غمگین داشتم، تنها توی درد ها میمردم. فکر کنم واسه مثلا اون تایمیه که آهنگ میلیاردر رو خوند، میلیاردر بود اسمش، این پیش روی 97 اون بود. فکر میکنم مال اون موقع است، نمیدونم، شایدم عقبتر شاید جلوتر. بریم. روزگار هر چقدر سخت بود دستامو میگرفت محکم. من خیلی، یعنی که خیلی که نه، اصلا آدم مذهبی نیستم، ولی این چی میگن، ایمان داشتن، و ایمان داشتن صرفا لازم نیست به کسی دیگه ای باشه، ایمان داشتن میتونه به خودت باشه، ولی مثلا چه میدونم، شاید ورژن بزرگترت که حالا خیلی میگن خدای، خیلی چیزهای دیگه میگن، ولی کلا کائنات انرژی باید بفرستی و ایمان داشته باشی. بریم. وقتی غرق عشق 45 ثانیه از آهنگ گذشت، تازه میخواد شروع بشه آهنگ، کلش 3 دقیقه و 45 ثانیه. 3 دقیقه دیگه مونده. 1 2 3. وقتی غرق عشقی تو رخت خوابت، صلیب تو مشک کردی، میبینی رفته خواب سر تو دفتر نقاشی رویاهات، میبینی فرشته ها میان به ملاقاتت، یکیشون دفتر تو باز کرد، تو رو برد به رویاهایی که کشیدی، میگفت میشه یه کمی اینجا راه رفت، میگفت صبر کن تا تو بیداری ببینیش. وقتی از خواب رویاهایی که کشیدی صبر کن تا تو بیداری ببینی، یه همچین چیزی من فهمیدم. یکیشون دفتر تو باز کرد، تو رو برد به رویاهایی که کشیدی، میگفت میشه یه کمی اینجا راه رفت، میگفت صبر کن تا تو بیداری ببینیش. وقتی از خواب پریدی در مونده بودی. اصلا نشنیدمش، یعنی بگم یک کلمش برام آشناس نیست. خدا میدونه چند تا آهنگ دیگه از چند تا خواننده دیگه نشنیده باشم، از چند تا رپر دیگه نشنیده باشم. خیلی تعداد بالاست و من یه مدتی هم از موزیک زیاد مثلا اینقدر پیگیر نبودم واقعا. نمیدونم. بریم. میگفت صبر کن تا تو بیداری ببینیش. وقتی از خواب پریدی در مونده بودی، نگاه میکنی خبر نیست درونه گوشی، دستو جیب کردی و دیدی نمونده پولی، گشنته میری سراغ تدیگ نون تودی، بعد میری سراغ فیلمایی که دیدی با عشقه، میزنی بیرون و میری کلیسا با گریه، میبینی که در کلیسا رو بستن، نگاه میکنی با آسمون و این قطره است که میباره رو سرت و دعا میکنی که این تاریکی تن.
لینک موزیک رو میذارم که توی یوتیوبه، چه تصویر قشنگی ساخته برای مثلا چی میگن آهنگه، سیدیه که میچرخه، یه بک‌گراند آجوری، یه تصویرهایی توش هایلایت رد میشه، قشنگه به نظرم. میذارم توی دیسکریپشن، حتما ببینید، ببینید، حمایت کنید. دمتون گرم. میگی خستم یه آه میکشی و کنارش حسرت، میبینی که بارون شدید تر از قبل. میگن تاریک ترین نقطه شب قبل از طلوعه. الان میگه که خدا نزدیک شد به هم وقتی توی چی قم دست و پا میزدم، داشتم تنها توی دردام میمردم. یعنی میگه شاید خیلی هاتون شنیده باشه اینو که میگن به مو میرسه ولی پاره نمیشه، یعنی دقیقا همونجاست. موقعی که مثلا قشنگ داره دهنت سرویس میشه، اگه اون موقع ایمانتو از دست ندادی، اون موقع هنوز باوراتو باور داشتی، اون موقع میتونی یه حرفی بزنی. اینکه مثلا تو بهترین شرایط باشی بگی من باورامو باور دارم، فاز نتورکی بگیری و این داستانا، نه. ایمان داشته باش وقتی که خیلی تو معرض خطری، خیلی تو معرض چه میدونم، تو منجلاب حال بعدی، نمیدونم چجور توصیفش کنم. بریم. حرفای شعاری نمیزنم انصافا، خودم دارم سعی میکنم بهش عمل کنم کم و بیش. پیش رو خوش حاجی، اینجاست، اینجاست حاجیمون. ندارم جز خودم، واسه همین امشب جلو میکروفون لغ شدم، مگه بغض شدن خنده هم تقصیر خودمه، اشتباه هم واسه تصویه شدن تو. این هم حرف قشنگی بود. شایی هم توی یکی از آهنگاش در مورد این صحبت کرده بود، نمیدونم کدوم آهنگش بود، که هر مشکلی داری خودت باید رو پای خودت وایسی و حلش کنی، خودت باعث اون مشکلی، حتی اگه مستقیم باعثش نباشه، اگه اون مشکل بیش اومده الان تو باید حلش کنی. میتونی بشینی گریه‌زاری کنی، میتونی پاشی که میدونم تصمیم تو بگیری و یه حرکتی بزنی. شدم اگه بغض شدن خنده هم تقصیر خودمه، اشتباه هم واسه تصویه شدن تو، اگه میشناسی قلب پاک من رو، منو ببخش و هم صدای من شو، معنی گریه تو خنده هم رو درک کن، پاهاتو بذار و رد پامو رد شو، منو هرگز فراموش نکن اگه عشق تو. معنی گریه تو خنده هم رو درک کن، تو بذار و رد پامو رد شو، منو هرگز فراموش نکن اگه عشق تو دادم، بگی در آغوش منو خدا، کاش آدم ها هم مثل تو بودن، کنارم میموندن مثل تو تو دن، نکه کم تا قلب برم بشن راحت، بقیه هم بگن آفری تو خال زدی، بذار این عوضی بشه تنها تر. آره من نگران فرداتم، توی سنگ کاغذ قیچی نقش من سنگ، قیچی رو میشکنم که کاغذ راحت شه، در آغوش بگیر سنگ و واسه بردن سنگ، خیالش از این باخت راحته. چه چی میگن، المان فداکاری رو سنگ نسبت داد. سنگ خب به سختی و سردی معروفه از لحاظ صفاتی، بعد گفتش که با سنگ توی سنگ کاغذ قیچی، قیچی رو میشکوندم که کاغذ راحت شه، زور قیچی به کاغذ میرسه دیگه. خوش آمد. در آغوش بگیره سنگ و واسه بردن سنگ، خیالش از این باخت راحته، خدا نزدیکتر شد وقتی من غمگین، داشتم تنها توی درد ها میمردم، همیشه زنجیر سنگین سختی رو با یادش از پاهای زخمی در و بردم. آها. آهنگ نمیشه گفت انگیزشیه، بیشتر شاید حالت عرفانی داره، اصلا از فضاش هم مشخص، از فضای تنظیمش انگیزشی به اون معنا نیست. انگیزشیه که یکم
به سمت عرفان رفته. ایراد از قامت یار نیست، ایراد از ماست. با خدا هر چیزی ممکنه. ایمان تو حفظ کن، اون چیزی که لازمه اتفاق میافته. آره. چه جمله قشنگی گفت آخرش، اون چیزی که لازمه اتفاق میافته. میگن تو سرنوشت تقدیرت نوشته شده، اگه قرار باشه این رقم بخوره برات رقم میخوره به بهترین شکل، ولی به این معنی نیست که مثلا تو هم نمیدونم پا رو پا بذاری هیچ کاری نکنی. خوش آمد و عجیبه که نشنیده بودم اینو. و الان حالا یه سری پیشنهاد آورد، سوره اسرافیل ویدیوشو. من ویدیوشو ندیدم، سوره اسرافیلو. خود آهنگش هم فکر میکنم یک الی دو بار همون موقعی که پخش شد شنیدم. حالا اگر موافقین که اونم یه ریاکشن بریم، یه بازگوش شاید بشه، ولی نمیدونم خیلی گنگ شاید یادم باشه ازش چیزی. اگه موافقین سوره اسرافیل هم بریم ریاکشنش رو توی کامنت ها حتما بنویسین که اونم بریم، مشکلی نیست. پیش رو هم آروم میخونه کلن یکی دیگه میشه، فست میخونه کلن یکی دیگه میشه، ولی فست رضا پیش رو عجیب چیزیه، یعنی چیز مریضیه، نگم براتون. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین. خوشحال میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید، اگه نکردین زنگوله کنارش رو بزنید، حتما کامنت بذارین بچه ها، چون یوتیوب گاوه نمیفهمه، شما رو ربات تشخیص میده، من توی ویدیوهای قبلی هم گفتم. و وقتی سابسکرایب میکنین کامنت نمیکنین، کامنت نمیذارین یا لایک نمیکنین، میگه این هیچ فعالیتی نداره، پس رباته، پس بذار برش دارم. اینجوری میشه که 60-70% سابسکرایبای ما میپره. دمتون گرم. کلن کانالای ایرانی، کانالای فارسی زبون این مشکل رو دارن. چرا؟ چون ما تحریمی بدبختیم، مجبوریم با فیلتر شکن بریم، هر بار یه آی پی میندازه و حالا این هم مزیده برای علت. دمتون گرم که هوای ما رو دارین، ایشالله که سرگرمتون کنیم، راضی باشین از ما. خیلی چکر.